حسین علیه السلام متعلق به انسانیت است. ما شیعیان افتخار میکنیم که پیرو به امام حسینیم، اما امام حسین فقط متعلق به ما نیست، مذاهب اسلامی، شیعه و سنی همه زیر پرچم امام حسینن. در این راهپیمایی عظیم حتی کسانی که متدین به اسلام هم نیستند شرکت میکنند و این رشته ادامه خواهد داشت انشاءالله. این یک آیتی، آیت عظمایی است که خدای متعال داره نشان میده. در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. این آیت الهی است، آیت عظمای الهی است. این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی است. این نشان می‌دهد که خدای متعال اراده‌اش بر نصرت امت اسلامی تعلق گرفته است. این مراسم را هر چه می‌توانید و هر چه می‌توانیم باید پربارتر و معنوی‌تر کنیم. معنا و مضمون این مراسم رو باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری برای این حرکت عظیم بنشینند، برنامه ریزی کنند. هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو می‌خواهیم. از شما برادران عزیز عراقی متشکر است، به خصوص از شما صاحبان مواکب اربعینی، ما از صمیم قلب از شماها متشکریم و این مصرع متنبی رو به یاد میاریم که اذا انت اکرمت الکریم ملکته.